که سختن اما توبگی باید از اینجا رد بشن بره. منفیاتو مخفی کن، تا حال مثبتی بگیری، تا میتونی حرفای شک شنگ بزن. حتی وقتی بد میاری، حق نداری کم بیاری، فکر تو ببر به سمت روزای خفن خفن. نگو که هرچی هست بده، به با نبازی با نده، خودت تو دست کم نگیر، تو بی نظیری بی نظیر، نغر بزن نخسته شو، به کم بزن برو جنو. نذاری حالت بد بشه، بیا که حالا وقتشه، شلیک به قلب غصه ها دستا. حالتون چطوره؟ عالی. حال منم عالی. خودو بیا نگو که سختمه، کلید قفل غم تو دستمه. بلند بلند به دنیا بخند، سیاهی رستنه. ترانه های ما پر از حال تو، صدای ما پر از هوای تو. لالای 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 لام لام. صدا صدا صدای پای ما، بلند چون نعره های ما. برو برو ویروس سایه ها، که راه ما پر از ستاره ها. ترانه های ما پر از حال تو، صدای ما پر از هوای تو. لالای 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 لام لام. سختمه، کلید قفل غم تو دستمه. بلند بلند به دنیا بخند، که آخره سیاهی رستنه. ترانه های ما پر از حال تو، صدای ما پر از هوای تو. لالای 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 لالای
صدا صدای پای ما بلند چون نهره های ما برو برو ویروس سایه ها که راه ما بر از ستاره ها ترانه های ما بر از حال تو صدای ما بر از هوای تو للای 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 کله حبیب بدیری. خانم آقایون حالتون چطوره؟ حال گلنوش چطوره؟ افتخار گلنوش. شکرم. حال منم خوبه. حال خاندان پشت صحنه خوبه. حال خاندان تو خونه چطوره؟ عالی. ان شاء الله. تمرین میکنیم خودمون رو قوی نگه داریم. اگر وا بدیم، اگر کوتاه بیایم از دست میریم، نه؟ و واقعا اگر که قرار باشه کوتاه بیایم و روحیه‌مون رو از دست بدیم، خیلی زودتر آسیب میبینیم و زودتر از پا در میایم. ما و اصولا بشر همیشه با امیدش زنده است، نه؟ به افتخار روزه روشن. خب امشب هم مسابقه قاطی بازی داریم و بین دو تا گروه باحال، سرسخت، جنگنده، جنگجو، باحال و پیچیده و من نمیدونم که نتیجه‌اش چی میشه. روزهای کتابخونی، نمایشگاه کتاب همینجوری داره میگذره و نمایشگاه کتاب برقراره. پیشنهاد میکنم اونهایی که دوست دارن از این نمایشگاه دیدن کنن، اهل کتاب هستن، مخاطب کتاب هستن و اصولاً تو زندگیشون به کتاب اهمیت میدن، الان اگر سرشون گرم کاراشون و گرفتاریاشون میتونن یه ساعت، دو ساعت، سه ساعتی رو وقت بذارن برن اون نشرهایی که دوست دارن، اون نویسنده ها یا مترجم ها و و و رو برن سراغشون، ببینن کارهای جدیدشون چی هست و شاید یا شاید که فکر می‌کنم قطعاً موارد زیادی خواهد بود که میتونن انتخاب بکنن با خودشون به خونه ببرن. پس یه دست برای اصولاً حوزه کتاب و نشر و توزیع کتاب براشون دست بزنید. همه نویسنده‌ها، مترجمین، مؤلفین، ناشرها، چاپخونه‌ها و و و و دمتون گرم. و توضیح کننده ها و کتاب فروشه و داده بده من. خب قرار شد شادی برنامه امشب رو به کیا بدیم؟ یک، بذاریم بگم، نگیم کمبینه ها، اونهایی که خودشون و حال بقیه، حال خودشون، حال بقیه، اطرافیانشون رو خوش میکنن، خوب میکنن و خوشحالشون میکنن. بچه های امداد کوهستان هلال احمر، سب کن پرسنل آلومینیوم سازی کل کشور، پراید سوارها، کی؟ معلم های کلاس اول و تمام. آها، اونایی که از ارتفاع میترسن مثل من و تموم. تمام. خیلی خوب، میخواییم به افتخار شما که عنوان کردیم بیستیم، دست بزنیم، شادی برنامه امشب رو تقدیمتون بکنیم. امیدوارم و آرزو میکنم انقدرش بیاد به دلتون بشینه. ببینم شما که تو خونه میشینین، وقتی ما میگیم شادی برنامه امشب فلان فلان تقدیم میکنیم، اگه جزء اون گروه باشین خوشحالتون میکنه؟ راست میگین؟ این که اسمتون میاد بهتون توجه میشه اهمیت داره. من خودم معتقدم به منم اگه تو خونه نشسته باشم بگن که مثلا
مثلا بچه های سینما یا بچه های برنامه ساز یا حالا اهالی که منم توش قرار میگیرم بگن خیلی مزه میده. پس به احترامتون بلند میشیم و میگیم به افتخارتون. آقایان مسئولیت اجتماعی بسیار چیز مهمیه، قبول داریم خیلی زیاد. تپسی کار خیلی باحال کرده، اپلیکیشنش رو جوری طراحی کرده و جوری برنامه نویسی کرده که نابیناها هم میتونن ازش استفاده کنن، یعنی برای همه در نظر گرفته. نابیناها میتونن گزینه رو انتخاب بکنن که تمام اون اطلاعات به شکل صوتی براشون پخش بشه، دیگه نوشتنی نیست. از اون طرف برای ناشنوا هم طراحی کرده، ناشنوا میتونن چه سفیر چه مسافر این گزینه رو انتخاب بکنن، دیگه تماس صوتی قطع میشه، میتونن برای هم متن بدن. از اون طرف اگه ویلچر دارین یا مثلا عصا دارین میتونین گزینه رو انتخاب بکنین و راننده بوده بیاد بهتون کمک بکنه، شما رو جابجا بکنه، کاراتون انجام بده. و تپسی برای اینکه اون راننده رو تشویق بکنه کمیسیون خودش رو هم حذف کرده، یعنی همه پول مال راننده عزیز و و و یه عالمه چیز باحال. حالا یه چیز دیگه، عدد یک رو بفرستید به 1096 و اینجوری میتونید بر خودتون تخفیف بگیرین. لینک اپلیکیشن میاد، میزنین توش، میرین توش، اون بالا نوشته تبلیغ خندبانه، میزنین اون پایین میاد نوشته دریافت تخفیف، میزنین یه دکمه نارنجی میاد میزنین بگیر اون تخفیف رو. و این شکلیه که تپسی برای همه کارشو داره درجه یک انجام میده. پس عدد یک رو بفرستید به 1096 و اینجوری تخفیف خودتون رو بگیرید و لذت ببرید. لینک اپلیکیشن میاد، دکمه هایی که گفتم میزنید و تخفیفتون رو میگیرید. 1/1096. چاکرم، بفرمایید. خانم آقایان، ما الان اینجا واستادیم و یک تیم درجه که قبلا هم افتخار اینو داشتم که میزبانشون بودیم در خندوانه، الان اینجا هستن، قراره که براتون یک نمایش درخشان و درجه که اجرا کنم. مثل اون دفعه که خیلی هم کیف کردیم، میبینید که ما هم الان با استایل و روش پهلوانا واستادیم، من و محمد عزیز. و خواهش میخوام بکنم از مرشد امین که اول یه توضیح بهمون بده و بعد شروع کنن به اجرای کارشون. پهلوان محمد بفرمایید. خواهش میکنم. مرشد امین بفرمایید. عرض سلام و خسته نباشین خدمت همه بینندگان عزیز و مردم شریف و هنردوست ایران. بزرگداشت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای رو به همه مردم ایران تبریک عرض میکنم به افتخار خودتون. ما هم به شما تبریک میگیم.
سه تا چهار تا و پنج تا لحظه به شکلی بوت عیار برآمد دل برد و نهان شد هر دم به لباس دگران یار درآمد گه پیر و جوان شد میگشتم چند بر این روی و زمین او از بحر تفرج عیسی شد و بر گنبد دوار برآمد تسبیح کنان شد یا مولا علی یا مولا علی با صوتی جلی میگویم علی 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 علی
ماشاءالله. شما گرم باشید. برای پهلوانا دست. خیلی ممنونم. ما هر دفعه از تماشای شما کلی کیف میکنیم، بهتون افتخار میکنیم و براتون خدا قوت میگیم و انشالله که همیشه سلامت و امن باشین و همیشه پهلوانیتون برقرار. آقای جوان جان، من میخوام که به خاطر اینکه برنامه خندوانه و شخص شما و همه دستاندرکارانه این برنامه لطف به سزایی به ورزش ملی مذهبی ما دارن، اول به افتخار خودشون و همه رفقاشون یک کف بزنیم. ما دوست داریم که یک دست لباس ورزشی زورخونه کامل از تیشرت و شلوار
به شما هدیه میدیم به عنوان هدیه ی روز پهلوانی که شما هم جزء ورزشکارای باستانی باشید. خیلی متشکرم، رو قلبم میذارم و برام ارزش داره. مثل اون نماد شما همون جایی که جلو چشم جلو چشم باشه. چشم حتما با کمال میل با افتخار. خیلی ممنونم برای آقایون جان. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم ازتون، قدرشو میدونم. 1 2 3 بیحال نشسته بودم، کنترلر رو بودم، شبکه ها راه بالا پایین، فوتبال رو نبودم، دلم یکم غم زده، دیدم نزدیک 11 بود و بزن شبکه نسیم، یالا خنده و نست ماشالله، بالا 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 ولوم ده بالا حالا، بزن شبکه نسیم یالا خنده و نست ماشالله. حالتون چطوره؟ خانم آقایون حالتون چطوره؟ عالی. خب میخوام دعوت بکنم ابتدا از گروه مدلسیون که تشکیل شده از دو تا قشنگ به اسم مهدی یغمایی باربد بابایی. چطورین؟ عالی. خدا رو اینجوری عالی؟ چطورین؟ عالی. یه سلام. سلام. نه جا موندیم. سلام. سلام. بابا باریک الله. چطورین شما؟ چاکرین. نه. نه؟ باریک الله. باریک الله. اوزا؟ شکر. خدا رو شکر. قوی، خوب خوابیدین، خوب استراحت کردین؟ آره، ولی شنیده ها که از این است که بسیار مراحل سختیه. گروه های قبلی الان از روز ضبطشون در واقع در بیمارستانن، بنفشه خواه هنوز زیر سرومه، روشن پژو موهاش در اومده بهمانی آسیب، آرش نوزری یه ور فکش گرد شده و ما احتمال دادیم با مهدی که مام چپر و چلاق بریم بیرون. مهدی یغمایی هم بادش خالی میشه. سخته مسکه. آره سخته، سخته برای ولی من یه ذره، ولی من مطمئنم امشب ما رقابت بسیار جذابی رو میبینیم. این بچه‌هایی که با ما در واقع تو این برنامه امشب افتادن هم زبر و زرنگن، هم ورزشکارن، هم باهوشن، هم که باحالن دیگه. سنشون یه ذره از ما کمتره. از ما کمتره. ان شاءالله که بشه. ولی ما تلاشمون رو میکنیم. بله. ما زورمون رو میذاریم. آره. چه کنم که باختی برای من در کار نیست. بله، مثل اون سری که یاد باشه 4 سال پیش آمبولانس داشت میومد، فشار خونش بالا پایین شده. به خدا ولی پای فینال بودم که بالاخره. آره. هیچ کس هم فکر نمی‌کرد خداییش. مدعی نشد. اولش کسی فکر نمی‌کرد که ما بیاریم فینال. شما خیلی تیم چغر و سختی هستید. واقعا بدبدن بودیم. اگر ادا بازی در این قاطی بازی بیشتر می‌بود، که اصلا نفر اول بودیم، احتمال اینکه ما تا فینال الان بتونیم بگیم بود. آره بود. ولی با توجه به این حرکت‌های ورزشی، نه که ما خیلی ورزشکاریم، مخصوصا من داداش. آره. این نمی‌دونم. بذار ببینیم چی میشه. ولی آقا انجام میدیم. بله. شک ندارم. شک ندارم. و گروه بعدی که امشب قراره با مدلسیون رقابت بکنه اسمش هست پیر جوونای رنج کشیده، یعنی محمد زیکساری و حسام محمودی. موسیقی
بعدم میاد ازتون. از رو نرسیده. نمیدونم خوشه فرفریه. یه ذره ما کوری خوندیم ولی الان که اومدن تو راستش. چطوری؟ مخلصی خوبی. محمد و حسام. بعدم میاد ازتون. بچه ها محمد که میشناسین همه دیگه نه؟ محمد پاشو؟ محمد پاشو استاد کهنموی استادش رو میشناسین؟ خیلی ممنون عزیزم. استاد کهنموی از یاران قدیم خندوانه و خب که من عاشق اون شخصیت و اون اجرام و حسام هم که از رفقای قدیم ما هر ستمون با هم در چند سال پیش؟ ده سال آره حدوداً 10 سال پیش یه پروژه مشترک داشتیم اونجا با هم خیلی رفیق شدیم قبل از خندبانه این بده این نشانه خوبی نیست این بده یه تاکسی تنفر در وجودم داره موج میزنه چی؟ تنفر در وجودم داره موج اینا مشترک بودن خب تاکسی سوار شد آقا این اوضاعتون چطوره؟ بگین چطوری؟ من خیلی عالی خدا روحیتون؟ خوب انگیزه هاتون؟ بالا انرژیتون؟ عالی بالا با میشم میام ها حدستون چیه امشب؟ چه کنم با اینا؟ ما میبریم چی؟ با چه فاصله ای؟ شینیم بینیم با همون فاصله ای که چه خنده هم میگیره؟ راجبش حرف زدیم پشت صحنه چی بود چی گفتی؟ 12:50 آها اونه که دو تیم دیشب آره 50:12 حسام برای من کلی نه با باربود بودم آقایون از هر تیم لطفاً یک نفر بیاد اینجا تو برو برای سنگ کاغذ قیچی که هم که آره خب سخته من انجام میدم که کسی که سه امتیازو میگیره اعلام بکنه بله. کی بازی رو شروع میکنه و رنگش چیه؟ رنگش قرمز یا آبیه تو استقلال پرسپولیسی چی هستی؟ من والا اولا که تبریک میگم به بچه های یعنی پرسپولیسی یعنی پرسپولیسیه ولی پرسپولیسی هم تو چی؟ من نساجی مازندران چرا دروغ میگی؟ من تبریک میگم به عزیزانم در تیم استقلال خیلی عالی بودن خیلی عالی ولی برحال شموشک ناشه من برام فرق نمیکنه تو چی؟ من استقلالی صفر تو بیا من یه پرسپولیسی با کلاسم برای دست میزنم دست تو برو که یعنی آقای یغمایی یه پرسپولیسی شله برو نه آقا من خودم رو توضیح برو صفر آه بیا بیا دیگه الان نظرم رو داده دفت شده بچه ها سه امتیاز آماده سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی بابا باریکلا چی میپوشید؟ احتمالاً قرمز حتی برای این کالینا رو میگرفتی بعد میگفتید بریم بیایم مسابقه رو شروع کنیم بریم. با ترکوندن بادکنک میخوایم شروع کنیم مرحله سخت شروع با هیجان و سخت آماده رو به اونجا 1 2 3 خانم آقایان مسابقه امشب رو رسما میخوایم آغاز بکنیم بین دو گروه مدلاسیون و پیر جوانای رنج کشیده طبق قوانین برنامه سازی تلویزیون اینه که هر شب باید فکر کنی که یک نفر امشب برای اولین بار داره برنامه‌تون رو نگاه میکنه ساله. پس باید توضیحات کامل داده بشه بله. دو گروه نفری که قرار بادکنک‌ها رو بهتر کنه جلوی صندلی میسته اون یکی میره پشت به عنوان یار کمکی صندلی رو براش نگه میداره همجی تا آخر بعد همجی شروع کنی از لحظه که من اعلام میکنم که از لحظه که اعلام میکنم که بازی شروع شد میتره کنیم میرین اونجا شما قرمزاره میتره کنیم شما سبزاره میتره کنیم به طب اونایی که رو زمینه رو بعد با پا بتره کنیم بعد میرین رو ترامپولین جفت پا لطفاً همه رو جفت پا میرین میتره کنیم یه بادکنک سفید گنده جلوتون ظاهر میشه اونو با دارتی که دستتونه بتره کنیم پشت میزی قرار بگیرین که جلوش پر دارته با دارتای کوچیک بادکنک های جلویی رو بزنین آخر سر یک دونه بادکنک بزرگه که هر کی اون رو زودتر بتره کنه برده بازی تمومه با دارت بزرگ بتره کنین ممکنه
دارتای بزرگ تموم شه، دارت کوچیک هم قبوله، بزنین بهتره کنین. بله. بریم ببینیم چی کار. اگه خودم یغمایی نترکیده بود تا اون پایان، ان‌شاءالله میترکه. ببین گروهی که تو این مرحله ببره 10 امتیاز، بعد یارا عوض میشن، اون یکی ها بعد این بازی رو انجام بدن. درسته؟ آماده؟ بله آماده. خیلی هیجانیه. 1 2 3 عالی بودین. عالی بودین. چه هیجانی، چه تلاشی. این دوتا در رفت وقت منو گرفت. کدوم ها؟ دوتا اینجا. آره خسته نمشه. بیا اینجا عزیزم، بیا بشین. دو شک ندارید بخواب. بکنم مهدی داره به خودش فکر میکنه. آره از ترس به خودش ترسیده. قیافم معلوم نیست با این. بیا اینجا. خب خیلی جذاب و هیجان انگیز بود. آفرین. چه جوری بود؟ عالی بود. توصیه‌ای که می‌تونی به مهدی بکنی چی؟ نمیر. بعد سعی کن تو تاش بمونی. نه. من به نظر من نمی‌تونم تو تاش برم. به نظر من سخت‌ترین بخش این بادکنکی بود که اینجا ولو بود. زمین آره. اگر این نبود در میرفت. سر آره در میرفت. سعی میکنیم سفتر شد. نه خوب برای من که عالی بود. صدا تو ببر. تو بگو چه توصیه به محمد. صدا تو ببر. تمرکز. ببر. ببر. میگه برای من که اوکی بود. میگه صدا تو ببر. چه هیچ توصیه نداری به محمد؟ تمرکز. فقط تمرکز. اصلا راه نجات همیشه تمام. تنها چیزی که من ندارم ولی ببرید خواهش می‌کنم. بریم بیایم آماده. 1 2 سب کنید تا اینجا گروه پیر جوونای رنج کشیده 10 امتیاز. بریم ببینیم که مدلاسیون میتونه 10 امتیاز رو جبران کنه یا نه. نبریا. خانم آقایان ببری تو آیتمای بعدی یک جوری فیتیل پیچت میکنم با اختلاف 100 تا میرم. نمیری تا اونجا سالم برگرد بعد کنیم. آماده آماده بله، آماده بله. همه با هم یک دو سه رو بشماریم. 1 2 3 Oh, yeah.
بزن. اونو بزن. Yes. ای بابا عالی. نفس خدایی مهدی یغمایی عالی بود. یه تشویقش کنیم. بخوابید نفس. آره اوکی. نفس. به ولی عالی بودی. عالی کلمه زمان ثبت شده چقدره؟ برای این سری میشه 1 دقیقه و 2 ثانیه، برای آقای محمودی میشه 52 ثانیه. عالی کلمه محمودی. توی این دو شب یعنی در 8 اجرا شما فعلا رکورددار این بخش. حالا ذات بعد سر ما رکورد می‌زدن. بریم بیایم مرحله بعد. آماده؟ 1 2 3 بریم بیا. به چه عزیزانی، چه عزیزانی، بفرمایید. اوه آقای مهدی یغمایی، آقای زیرسری. باید امکان نداره، امکان نداره. باید میبرد. خیلی خوش اومدیم به پشت صحنه. خیلی مخلصم. بفرمایید باید استراحت کنید. چشم. شما که امتیاز بالاتری دارین، لطفاً الان زحمت میکشین، از دوستان پذیرایی میکنید. امکاناتی که داریم، کدوی تنبل و تخم مرغ و روغن. چرا ترکیب باربود و مهدی جواب نداد؟ نکته که برای من افتخارآمیزه و بهش افتخار میکنم این که مهدی میگه من نمیتونم تا وسطش. مهدی بسیار شیک رفت آخرش. دوستان خیلی وقت نداریم. روغن زیاد نریز. آقای یغمایی خسته و شکست خورده و ولی امیدوار. ولی امیدوار. معلومه که امیدوار. ببین اولا که 3 تا آیتم دیگه مونده. 1 2 من واقعا فکر میکردم به خاطر اضافه وزن مثلا نتونم این آیتمو برم. همین که تا آخرش رفتم یه ذره به خودم امیدوار شدم، خسته شدم. عالی بود. درو نمیگم ولی حتما تو آیتم های بعدی جبران می‌کنم. آقا اینو بریم اول یا کدو رو بریم؟ این اصرار آقای کریمی نمیدونم چی در بیاد ولی حتما یه چیزی میدونه دیگه. شوره رو زیاد کنید. من دارم براتون تو خانقتونم. لطف میکنم. کدو حلواییه. تعریف کن. میریزه. اصلا خیلی سخت. شما به من برنده تعریف کن یه ذره ببینم چه اتفاقی افتاد. کنکو خیلی ولش کن. من اینو نمیخورم. آقا میخوری. آدم عالی شد. اشتباه نکن. خیلی خوشمزه. اشتباه نکن. یه قلوب. بچا بیان از اینم ادویه ها بزنید. این چقدر باید بسرخه؟ به نظر بس دیگه بس. چیز داره واقعا محمد. صبر کن. یه ذره باید شلشه. باید یه ذره شلشه. یه ذره باید طلایی تر. خب میخوای درشو بذاریم؟ توی بازی هم بهتون گفتم اگر این مرحله رو میذاشتین مرحله 10-10 مساوی بشه، چون نذاشتین تو مرحله آخر این مسابقه رو با 100 امتیاز اختلاف ازتون میبرم. به 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 به. نمک هم فراموش کن. خیلی واقعا غذای خوردنی. حتما خوردنی. همش بزن. آقا این عین املت، عین سیب زمینی تخم مرغ. بابا کدو تنبل تو این فاصله نمیپزه کریمی. حالا امتحان کنیم. پختا. ببین چقدر خوشگل زدم. هتلی زدم. میتونی یعنی ما بخوریم بچه‌ها نگاه کنن؟ نه بچه‌ها میتونن. آقا این قدی که کی بخوره که نگاه کنه. این به مهدی کارگر که هیچ کارمندم نمیافت. دیگه ما که نگفتیم کم درست کن. مرسی از چنگال استفاده کنیم. ما میتونیم برای خودمون یه نیمروی ساده مهیا کنیم. مهدی بگیم چجوریه؟ منصفانه و بار بود که الان میخواد اولین لقمه رو. من یه ذره اجازه دارم تسمیم. آره واقعا خوبه. واقعا کامل بعد اصلا من که جالبه طعم سیب زمینی میده. آها آها من مادر بزرگم همیشه میگفت که اول امتحان کن بعد بگو بده. آقا خیلی خوبه. آقا خیلی خوشمزه است. بابا ما داریم چی میگیم از اولش؟ آگرمی خیلی ممنون. خواهش میکنم نوش جان. آقا این وقتم تموم شده. استراحت کردید؟ بله. بفرمایید مرحله بعد. خیلی ظرفا رو نمیخواد بشوره. بدرخشید آقا یغمایی جبران کنید. کریمی جون تو چقدر آدم خلاقی هستی. خواهش میکنم. خیلی خوشمزه بود. مرسی. بدرخشید. خوش شربتی خوش شیرینی
هم بدید ما گلمون خوش ببینیم چی کار می‌کنه. خیلی خوشمزه بود. من اصلا فکر نمی‌کردم خداییش. میرا اصلا بدون اقرار نه اینکه حالا من با کریمی لجم کلا ولی خوشمزه بود. خانم آقایان حالتون چطوره؟ تا این لحظه گروه مدلاسیون و گروه پیر جوانای رنج کشیده یک مرحله با هم رقابت کردن. پیر جوانای رنج کشیده 20 امتیاز گرفتن و مدلاسیون هنوز امتیازی نگرفته. بدانید و آگاه باشید که مرحله آخر این مسابقه حتما جوری طراحی شده که بشه برگشت به بازی، یعنی گروه بازنده 100 تا هم فاصله داشته باشه، قانون امتیازش اینجوریه که امتیاز مرحله آخر 105 میشه، یعنی حتما یه 5 تا اضافه تر میشه برگرده و ببره. یا خدا. آره. و فعلا 20 هیچین. نگران نباشید، فرصت بسیار برای این رقابت هیجان انگیز. خب شما برنده مسابقه در مرحله قبل بودید، بگید که کی شروع کنه. با من شروع کنید. با خودت شروع کنم؟ از خود راضی. روش اینه، یک سوال میپرسم از کسی که باید جواب بده 30 ثانیه وقت داره، حتما باید جواب بده. جواب اگر جواب نده 30 ثانیه‌اش تموم بشه، 2 امتیاز منفی، میرم سراغ امتیاز بعدی، سراغ سوال بعدی و نفر بعدی. و در صورتی که جواب درست بدی، حالا جواب درست بدی یارت هم درست تایید بکنه، 3 امتیاز میگیری. توی این مرحله رقیب اگر درست تایید یا رد بکنه 2 امتیاز مثبت میگیره، اگه غلط تایید یا رد بکنه 2 امتیاز منفی. یارت هم اگر غلط تایید یا رد بکنه 1 امتیاز منفی. آماده؟ ولی در صورتی که خودت، یه بار فکر کنم گفتم ولی تکرار میکنم، جواب غلط بدی امتیاز ازت کم نمیشه. آماده ای؟ بله. اولین سینمای ایران در کدام شهر تأسیس شد؟ آبادان. جان جواب بده، بله یا خیر؟ بله. منم؟ بله یا خیر؟ بله. بله. خب جواب کاملا غلط بود، در تبریز. شما امتیاز منفی نمیگیرید، شما اشتباه تایید کردید، 2 امتیاز منفی، 1 امتیاز منفی. سوال بعدی از شماست. سکوت، دقت. اولین قسمت خندوانه در چه سالی پخش شد؟ 1393. خیر. جواب کاملا درست بود، دست بزنید براش. 1393 اولین قسمت خندوانه پخش شد در خرداد ماه. درست میگم 11 خرداد 21 خرداد؟ چون برنامه‌مون همزمان تو نسیم بود با هم. یادم منم که شما 2 امتیاز گرفتین، 1 دونه منفی گرفتید، 1 امتیاز مثبت شدید. شما 2 تا منفی گرفتین. من خیلی بودم تو اولین قسمت. بله دقیقاً. شما 2 تا منفی گرفتین. بله. زیکسری. بله. راک نام چه حیوانی است؟ یه سبک موسیقی نیست؟ راکون. خیر. آفرین. نه جواب بچه ها خیر، بچه ها درسته. قوچ نام دیگر قوچه و به این شکل شما امتیاز از دست نمیدین، یارت 1 امتیاز مثبت میگیره، رقبات هم 2 امتیاز مثبت چون به درستی رد کردن. مهدی توی جعبه سیاه هواپیما چه رنگی است؟ طبیعتاً رنگ استیل باید باشه. رنگ بگو و تموم. بنفش. خیر.
خیر. رنگ جعبه سیاه هواپیما نارنجی است. نارنجیه داداش. خب شما امتیاز از دست نمیدی. رقبات به درستی رد کردن، دو امتیاز. یارت به درستی رد کرد، یک امتیاز مثبت. چرا اینقدر پای تخت سوئیس استکهلم؟ دقیق و بلند بگو. استکهلم. خیر. درسته، پایتخت سوئیس برن. شما امتیاز منفی نمیگیری، دو امتیاز مثبت، یک امتیاز مثبت. کدام استان بیشترین هندوانه رو در ایران تولید میکنه؟ خوزستان. خیرا درسته. هرمزگان. منفی نمیگیری، یک مثبت، دو مثبت. پوارو کجاییست؟ بازیگرش یا کارکترش؟ کارکتر پوارو. فرانسوی. بله. خیر، بلژیکی. راست میگه. دو تا منفی، یک منفی. سماور متعلق به کدوم کشوره؟ آذربایجان. خیر. روسیه. دو مثبت، یک مثبت. جزء شوروی بود و تموم شد. به افتخارشون. جمع امتیاز بفرمایید لطفاً. حنا چطوره؟ عالی. یه دختر 6 ساله داره. دست بزنید. میخواه از اینجا بهانه یه چیزی بگی، یادگاری براش بمونه. آره. بگو. حالا من خیلی عاشقتم، خیلی زیاد. بابا عزیزم، منم میتونم بگم. به کی؟ گندم. هنوز نه بلقوه است. به دختری که بعدن به دنیا میاری. بعدن میبینه دیگه. آره بگو. به اونجا بگو. گندم، من خیلی عاشقتم. به دنیا اومدی با هانا میتونی بازی کنی. تو هم به دخترات یه چیزی بگو. آیلین، شایلین، قربونتون برم. بابا درساتون رو بخونید، من اعصاب درست حسابی ندارم. مهدی تو چی کار میکنی؟ من به بچه کل نیست. تو در آینده تو به برنج تا بابا جان، بابایی، هر جنسیتی که خواهی داشت، فقط موسیقی تو زندگیت فراموش نشه بابا، فقط همین. موفق باش. بیاین برای همه بچه هایی که داریم و همه بچه هایی که ایشالله به دنیا میان یه دست اساسی بزنیم. حالا نوبت خودشه. من قشنگم، دختر قشنگم، دوست دارم. میدونی که چقدر عاشقتم و واقعا من و مامانت با تمام قدرت و تمام عاطفه که داریم در کنار توییم همیشه. به افتخاره. ماشاءالله. عزیزم، خدا حفظشون کنه. به نظر من خودخواهانه نباشه، ولی هر کسی که خدا بهش دختر میده، خدا خیلی دوستش داره. بله. درسته. دخترها در و با احترام به همه پسرها، یه دست برای پسرهای قشنگ. پسرها خیلی ماهن. پیر جوونای رنج کشیده 4 امتیاز، گروه مدلاسیون 4 امتیاز. مساوی؟ بله. 4-4.
خیلی خوب. بریم بیاییم، بریم بیاییم، مرحله بعد رو با هم بازی میکنیم. یک، دو، سه. بریم بیاییم. سلام. چهار امتیاز مبارکه. یه سوتی که الان ذهنمو درگیر کرد. بیشتر از یه سوتی از دادین که بیان هم به به. من میدونستم پورو بیشی نکرد. ما همون 20 امتیازی که عقب بودیم بازم عقب بودیم. باید پذیرایی کنیم اینو؟ الان موقع استراحته. دمت گرم. بفرمایید ماساژ. بفرمایید. یعنی من واقعا تبریک میگم به آقای کریمی به خاطر ذکاوتش در انتخاب آیتم های پشت صحنه. به به آقای یغمانی در ماساژ واقعا بلد و برنده. یک دو یک دو شدیدی بلد کارو. آره بابا آقای یغمانی اصلا انتظار نداشتیم. چجوره اوزا؟ خیلی خوبه. خوبه راضی. مالشی با نوازش، یعنی ماساژی با نوازشه. آره. این از مهربونی حسام میاد. درسته. ولی واقعا آیتم خوبی. یعنی من هر چی تو بخش بادکنک و اینا اذیت شدین الان آره. داره خستگیتون در. واقعا واقعا. راجب این مرحله که گذشت بفرمایید. خیلی من فکر نمی‌کردم آیتم باحالی باشه، ولی خیلی آیتم باحالی بود. یعنی من سر دو تا سوال گول خوردم. کدوم سوالا؟ من پوارو رو میدونستم بلژیکیه قطعاً، ولی گول خوردم. یه لحظه مغزم نکشید. همان از مغز. واقعا. ببین واقعا چقدر خوب ماساژ میده. من حاضرم اصلا ادامه مسابقه رو همینجا بپرم. ماساژ بود. خب. مثلا من اینجوری حرف بزنم میذارم ببین چقدر جالب میشه. ببین مسئله که وجود داره درباره مساوی شدینا. بله. میرسن یا تو این مرحله ممکنه جلو بزنن. خدا بخواد همون میشه. ای سر به خوش بالای من از من چرا رنجیده ای؟ من تو تحریراش تونتر دستمو میزدم اگه برای تو کمک کرد. آفرین. وای یا بار بود بابایی هم دیده یه چیزایی بلده. من بیشتر حالت سنگکی دارم. مرحله چطور بود؟ بد بودیم دیگه. آره دیگه متاسفانه. آره باختیم دیگه. ما هرچه سعی کردیم نشد. بفرمایید لاجو به این مرحله که گذشت برای بینندگان توی منزل منتظرم. بگو الان دیگه چیزی بگو. بیننده ها بی صبرانه خیلی منتظرن که من بگم. خیلی چهار امتیاز بودین. بالاخره چهار امتیاز آوردین بابا. چهار امتیاز آوردین بینندگان محترم. به خدا قسم خیلی ما بد بودیم توی این دو تا مرحله. قول میدم که امتیاز آوردید آقا. آره 24/4. یعنی همون 20 امتیازی که عقب بودیم هنوزم عقبیم. ولی قول میدیم ان شاءالله تو مراحل بعدی جبران کنیم. اما اگر نتونستیم جبران کنیم شما حمایتتون از روی ما بر ندارید و همچنان ما رو پشتیبانی کنید. متشکرم. خدا نگهدار. تحریرا سرعت میده. دوستان عزیز وقتتون تموم شد. خیلی ممنون. خسته نباشید. دستتون هم مرسی از شما. خیلی نیافته. آفتاب. آ کریم خدافظ. لطف کردین. خدافظ. قربونه. ببینیم چیکار می‌کنید این مرحله رو. عالی. خیلی کیف داد. به به. دیگه الان می‌تونی بری بدرخشی. آره. مثل همین دو دست که درخشیدن. خیلی درخشیدن کریم. قبل از اینکه دو گروه قشنگ مدلاسیون و پیرجوونای رنج کشیده به رقابتشون ادامه بدن که تا این لحظه 24/4 امتیازهاشون، هنوز دو مرحله مونده و مرحله آخر کاملا قابل بازگشته و میشه امتیازهای از دست داده رو جبران کرد، برای اینکه شما هیجان داشته باشید بازی رو تا آخر ببینین عرض میکنم که قبل از اینکه بازی انجام بشه توضیح بدم. همه ما این تجربه رو کردیم، رسیدیم خونه گشنه داغون له لورده و هیچی تو خونه نبوده، در یخچال هیچی، توی اون ور هیچی، کابینت تون ماهی، کنسرو ماهی، انقدر دقیق و درجه یک میتونه مشکل ما رو حل بکنه و لذت ازش ببریم و انرژی از دست رفته رو برگردونه که حد نداره. فقط نکته اینجاست که هر کنسرو ماهی نباید باشه، هر تون ماهی نباید باشه، حتما باید این نکات که میگم توش باشه، از روغن غیر تراریخته توش استفاده شده باشه
و از مواد نگهدارنده استفاده نشده باشه و از یک فیله یک دست درجه که خوشمزه مامانی استفاده شده باشه. حالا اصلا اینا رو دارم میگم بابت اینکه هر شب قرارمون این شد که من توضیحاتی که راجع به یک از محصولات طبیعت وقتی دارم میدم این اتفاق بیفته که بعدش سوالایی میپرسم شما به اون سوالا جواب میدید. گزینه درست رو میفرستید به 104719 و بین همه شما که جواب درست دادین 10 نفر انتخاب میشن و به هر کدومشون یک کارت 1,000,000 تومانی بابت خرید محصولات این دوستان عزیزم داده میشه. طبیعت. خب سوال ها اینه: کدوم یک از موارد جز ویژگی های کنسرو ماهی طبیعته؟ 1. تهیه شده در روغن غیر تراشیده. 2. بدون مواد نگهدارنده. 3. داره فیله یک دست. 4. همه موارد. عدد گزینه درست رو به شماره 104719 بفرستین تا جایزه بگیرین. خیلی ساده بود نه؟ فقط برای اینکه همین الان انجامش بدین. پس عدد درست رو، گزینه درست رو 4, 3, 2, 1 رو گزینه آخر رو بفرستین به 104719. چاکرم، بریم برای مسابقه. برو تو ریتمشو بزن. هر دوتون مساوی شدید تو دسته قبل، منتها شما امتیاز بیشتر دارین هنوز. بگید کی شروع کنه. بگو قبلی رو من بگو. گفتم بگو. هی ما رو تحقیق کن، دست درد نکن. بچه ها شروع کنن. کدوم اول شروع میکنه؟ من بین خودتون هم تعیین کردین که این دفعه رقابت بین من با محمد، محمد و حسام با مهدی. برو بریم. آماده؟ بله. سقف زمان داریم یا نه؟ نه نه، هر کی زودتر. الان رقابت بین تو و محمد، هر کدومتون زمان. آها آها، یه نکته خیلی مهم، یه نکته خیلی مهم. تو این دست تیمی که برنده میشه 5 امتیاز میگیره تو هر دست. تیم دوم اگر بتونه فاصله شو زیر 30 ثانیه با رقیبش نگه داره 2 امتیاز میگیره. اگر بیش از 30 ثانیه بشه هیچ امتیازی نمیده. و یه نکته، در صورتی که این گروه بندی هایی که ما بچه ها کامران محمد اینا داریم، این امتیاز ها میتونه در جایی که مساوی میشن بعضی گروه ها کمکشون کنه یا نه؟ یعنی ما با گروه مثلا محمد نادری مساوی میشیم، میخواین در نهایت دو تا تیم بیان بالا مثل فوتبال؟ بله، به اینات نگاه میکنیم. تفاضل گل، تفاضل گل. آماده؟ بله. 1. با من بشمارین جلو. 1, 2, 3. اینجا معطل شده. دوباره روشن کرد. اینجا معطل از اونم آب شده بود. 1 دقیقه و 13 ثانیه. این یار زود میرسه به اینجا. نه رامو جان. ها؟ اون یار زود میرسه به اینجا. آره. فرصت روشن کردن خیلی دیگه. به هر حال باید منتظر شید تا براش روشن کنه دیگه. آماده. کی میره؟ ببخشید آقای گوهر. ببخشید. بله. یه خطا هم داشتن. من گفتم. یه دونه خطا، یه دونه منفی داشتی دیگه. پات رفت رو زمین. آماده؟ کی میره؟ محمد میره تو براش پرسید. تقصیر من شد، ببخش. نه عزیز. آماده؟ 1. بچه‌ها با هم بشماریم. 1, 2, 3.
یک دقیقه و 36 ثانیه. ویدیو چک. چی؟ اینجا بود دیگه، رام بود. اومد بره، دید این خاموش اینجا بود. نه این خاموش بود. نه دیگه روشن شد. کرد. بعد روشن شد دوباره. دوباره خاموش کردم. خب اومدی جلوی خط. خیلی خوب. پس اگر سیکسا بر ندار. اگر خط و کامل رد کرده باشی یک امتیاز منفی داری. میگم رام بود وار بود فرقی نمی‌کنه. امتیازمون خیلی پایین‌تره. اگر امتیاز اگر خط و کامل رد کرده باشه یک امتیاز منفی. شاه حسینی دیدی؟ نه. عزیزم خودت میتونی اذعان کنی؟ نه واقعا. تو ولی دیدی؟ من قطعا چون این زیر میز داشتم. شما ها دیدی؟ خط رد کرده بود فوت کرد یک امتیاز منفی. تو این مرحله گروه مدلاسیون 5 امتیاز میگیره، یک دونه منفی میشه 4 امتیاز. گروه فاصلتون ما جلو سه بودن دیگه. 23 امتیاز. دو امتیاز میگیره. یکی منفی میشه. یه دونه منفی میشه یک امتیاز مثبت. خیلی خوب. دست بزنیم براش. یک، دو، سه. کمک کن اینجا هم بکنی. خب چرا نتونستم؟ نمیخورد فوتت جای درست نمیخورد. آره اینجاهای من خورد فوتش یه ذره اینجا نمیخورد کلی هم یخ کرد. من تو روشن میکردی تپ تپ میزدم. آماده این؟ بفرم بفرم بچه ها با هم بشماریم براشون. باختیم ما. یه دو سه. We'll be right back.
ماشاءالله. یک دقیقه و 48 ثانیه. خب تو اینجا گروه پیر جوانای رنج کشیده چه اسمی ده؟ پیر جوانای رنج کشیده 5 امتیاز کامل میگیرن. خطا هم نداشتن؟ نه؟ نه؟ نه خطا نداشتن و به این ترتیب 5 و 1 و 6 4 درسته؟ بله درسته 5 و 1 6 امتیاز و 4 امتیاز. 6 و 14 میشه 20. 6 و 24 میشه 30. 14 و 4 میشه 4 و 4 4 و 4 8 8 و 20 و 30. برای ما یه آژانس بگیریم بریم. ما جامون دیگه 8 و 30 8 و 30 بریم. بریم بیاییم مرحله آخر امشب. 1 2 3. من هیچ کس رو ماساژ نمیدم. خندیدیم دیگه کافی. ما ماساژ نمیکنیم. ای بابا فوتکنمون خراب شد. فوتکنتون خراب. دستگاه مهدی رو تازه گرفتم. بله. فوتکن خراب. به 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 به. بفرمایید کمی استراحت. دوباره هم باختی. دوباره نه. دوباره شما باید این ور تشریف داشته باشید که پذیرایی شید. این حسن رو داره. در آیتم اینه که شما مورد پذیرایی و عنایت قرار میدید. سکنجه میلیار نه ما میگیم چی میل دارن. آره اصلا ما میگیم بیار سکنجه بیم بدیم به دوست. خب آقای باربوده بابایی و یک بار دیگه تیم مدلاسیون در شکست سخت. من الان یه دونه سس پستو دارم درست میکنم. بیشتر شبیه پاستای خیار و سکنجبین. آره عالی. آقا ببین چیکار کردم برات. و این الان بدون یخ زیار و سکنجبین. آره نخوردین؟ چرا؟ آره قدیما خونه مادر بزرگی اینا یادت میفته. اون سکنجبین بود. نه اینه اینه برای این سکنجبین. پوست و مو ببین چقدر. نه اون سکنجبین برای روده. بله برای روده چقدر راست ما قبول. من اینا رو میذارم اینجا که محمد اون فکر کنم خیلی زیاده. برای این کار اون برای دو تا من قبلا خوندم یارو مجونیه بود. آره من با خیاره. اول سکنجبین رو بریزید کف لیوان. اونو زیاد بریز. باش آقا یغمای عزیز. ناراحت دیگه ناگفته پیداست دیگه اصلا نیازی به چیز نیست. فکر میکنی میتونیم توی آیتم آخر کامبک کنیم برگردیم؟ به نظرم که میتونید به راحتی دیگه این یعنی این امکان رو اون قسمت داره. آره بابا آره آره خیلی اختلافون بالاست کردیم. یه ذره روحیه رو باختیم. ببین نعنا و اینا هم دیدم میریزن نعنا. ریختش برام ریخت. ولی حسنش اینه که دمای بدن رو تو این آیتم فیزیکی آورد پایین. آره درست کرده بودی؟ بله. قبلا؟ نخه. اولین بار بود؟ بله. تو مسابقه چرا فوتت نمیرسید به شعله؟ بابا به خدا نمیدونم چرا. فوت همه میرسید، فوت شما نمیرسید. اولا در تعجب. من که خواننده هم باید بیشتر فوتم میرسیدم سر این. اینا کجاشون رنج کشیده است؟ من رنج کشی اون که یه آدم راحت آروم. ما زورمون رو نگه داشتیم برای کامران دافتی و محمد نایی. داداش خاک باتم. کامران اون چارجم کامران کامران تفتی نمیرفت اونجایی که میخواستم نمیرفت. این چی؟ این که میداختی؟ اون بشقابا خیلی ترسناک بود. گل نزنه به زندگیمون. اره از نظر روحی آقا خیلی خب اون که خاموش شد داده آره میزنه اینه میپاچی روی این باشه بابا. نه رو فوت بریم آقا کریم. آقا بفرمایید. خدا بفرمایید. خدا ببینیم چیکار میکنیم. میتونم بپرسم قسمت بعدی چی به خوردمون؟ نه قسمت بعدی یه بستنی. بفرمایید داخل. چیزی که قند ما رو کریمی بفرمایید داخل استودیو. من اینو با خودم ببرم کریمی؟ نه اون برای منه. مرحله آخر مسابقه اسفامیل. بله کاملا جوری میتونید امتیاز بگیرید که تیم بازنده میتونه ببره. رونالدو به ما نرسه حتی. ها؟ رونالدو هم بهمون نرسه. آره. اینقدر خفنه. آره. دقت کنین. الان کی با کی رقابت میکنه؟ میخوای برگردیم به تنظیمات کارخونه. من و حسام، تو و محمد. خیلی خوب. برمیگردیم به همون فرمول. پس مهدی و محمد اول کی بازی بکنه؟ من میخوام مهدی اگه زحمت میکشه مهدی شروع کنه. اگه نمیخوای من شروع کنم. اگه نمیخوای آقای شاه حسینی هم هست. من شروع کنم. گرخیدی دادا؟ نه
من شروع میکنم. خب دقت کنین، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا عنوانه. حرفی که اعلام میشه روی صفحه نمایشگر میاد، هدفون رو گوشتونه، موزیک روشه، دیوونتون میکنه. اونه که ببینیم بعد شروع کنیم. 2 دقیقه زمان داریم. برای هر عنوان با حرفی که اعلام میشه 2 تا بعد بنویسیم. خدایا. خب؟ خدایا. یعنی عملاً 20 تا عنوان با 20 تا اسم باید بنویسید. اگر بتونید قبل از 2 دقیقه تموم بکنی بگی تموم. و درست نوشته باشی و درست اعلام کرده باشی، غیر از امتیازی که میگیری در آخر 5 امتیاز اضافه میگیری. زیر 2 دقیقه. و در غیر این صورت 2 دقیقه که تموم شد نگر میداریم، شروع هر میکنیم. چقدرش که درست شروع میکنیم امتیازها رو بر اساس قوانین اسفامیل، یعنی وقتی اسم داریم مقایسه میکنیم متغیر باشن، شبیه هم نباشن 10، عین هم باشن 5، اگر یکی نوشته باشه اون یکی ننوشته باشه 20-0. درسته؟ حالا چرا امتیاز گردن کلوف بدل میشه؟ عرض میکنم. 2 تا بازیکن با هم، یعنی مهدی و باربود، امتیازاشون با هم جمع میشه محاسبه میشه. محمد و حسام با هم جمع میشه محاسبه میشه. تیمی که بیشترین امتیازو بیاره 25 امتیاز گرفته. علاوه بر اون امتیازی که اون 5 امتیازه اگر بتونه بگیره. خب یعنی در واقع تیم برنده کلن 20 امتیاز 25 داره. 25 امتیاز به مرگ خودم روش نکرده اگر تونسته باشه که زیر 2 دقیقه نگرد، زیر 2 دقیقه تموم بکنه و اعلام بکنه. بله گوش میده. ببین به جان خودم این حالت رو داشتی هیچی رو گوش نکردی، یه چیزی الکی پروند. نه به خدا، نه متمرکز بود، متمرکز بود. داشتم تو ذهنم تمام حروف رو یکی یکی میگفتم. آها لطفنم اسم فامیل رو این هم ننویسید. احمد احمدی. آره نکنید این کارو. اگر این کارو بکنین یکیشو حذف میکنی میشه 0، یکیشو حساب میکنی. آماده این؟ خیلی آدمای بدی هستی. خیلی مردونگی اینجا زیر سوال داره. کی الان میره؟ باربود میره و شما هم اجباراً تو هم باید بری. من و تو با هم تعیین کردیم دیگه. افتخار حسام و باربود. آماده 1, 2, 3. من این بر چی شو؟ استراب داره. نه صدای تمرکزم صد درصد خیلی وحشت میدونم بچه ها صدای چی؟ آماده آقای شاه حسینی چون تون نوشتم میتونم اگر مرتضی جا آقا این
مریلا زارعی، مهرانه معین ترابی. ده برای هر دوشون دست بزن. مریم مؤمن، بسای جوان شما 20 امتیاز. مریم مؤمن 20 امتیاز. سریال بله. اشیا میز مداد 10 امتیاز. موز پلاستیکی میز قابل قبول نیست. قابل قبول نیست. قابل قبول نیست. نگفتید تو قبول. راست میگه. ما اینو نگفته بودیم. نه نیست دیگه. خانم امیرسایی همه جا درست میگه. نگفته بودیم که نمیشه بنویسید. من اعتقاد به اگر گفته باشه قوانین خانم امیرسایی دارم. ده بزارای شاه حسینی. بله چشم. ای بابا. نوشیدنی موهیتو. میلک شیر. میلک شیک. میلک شیک. ده. دومیت. ماوشایی. ندارم. ما نداریم. من بیست. داریم و تموم شده، قرار شرکت بفرست. رشته ورزشی. ماشین رانی یا ماشین سواری. اتومبیل رانیه ها. اون اتومبیل رانیه، ماشین سواری که هر وقت گفتین این میگن دور دور ماشین ماشین رانی داریم مگه؟ ماشین رانی نداریم دیگه. ماشین رانی سایی چی اتومبیل قابل قبوله. مویتای. من آقا ماشین تایپ هم ماشینه. یه دقیقه سرچ اتومبیله آقا. چجوری قابل قبوله؟ وقتی میری مثلا آفرود یا مثلا میری تو تپا ما از سفاری یا ماشین سواری دیگه قبول کردیم ماشین، ولی به نظر من واسفانه نیست. ماراتون. بله. ماشین تایپ هم ماشینه. ماراتون ارزش دو رو ندارم آقای جان. شما 20 امتیاز بعد بدید. آها. شغل میز ساز. مرغ فروش. تخصصش میناکار. مداد فروش. این قبوله مداد فروش دیگه نه. اگر ماشین سواری قبوله مداد خانم امیرسایی مداد فروش رو میپذیریم؟ خیر. مداد فروش چه شغلیه؟ کسی که مداد میفروشه. ولی میز ساز شغله. بله. آخه میز ساز میتونه صندلی ساز هم باشه. آقا بیا من شما رو ببرم. آقا اینو تقسیم کنید دیگه. اگه میز ساز بچه با من هم فکر کنید. ما میگیم میز ساز یا میز ساز یا میگیم نجاره یا میگیم نجاره یا میگیم مثلا میز صندلی میسازه. میساز رو نمیپذیری. نه آقا میگیم میساز. نه چرا میگیم نجار میگی؟ میز میساز. میز اونی هم که لوازم تحریری میسازه بپذیری. میساز اونی هم که لوازم نمیپذیری. لوازم تحریری هم میشه مداد فروش. نجار هم درست راست میگه. ببین خب یه نکته، اگر ما مداد رو به عنوان یکی از اجزاء لوازم تحریر بپذیریم، پس مداد فروش قابل پذیرفتنه و میسازو برای نجار. میسازم به عنوان یکی از اجزای یک نجار، محصولات یک نجار بپذیریم، پس این عین اون منطق من داره. من میگم ده ده تحلیلتون اشتباهه. خیلی عذر میخوام. میساز ممکنه نجار نباشه، ممکنه میز چوبی بسازه، میز فلزی بسازه، میز آلومینیومی بسازه، با هر چیزی میساز. میگم میخوام برم میسازی، نمیگی دارم میرم. کی حالا گفته میسازی میخوام برم؟ ولی میگی مداد نکن اینطوری. اون نه اینطوری شوربا نکن. نه واقعا تحلیل غلطه. یه جوری دیگه ای از بیرون صحنه و درون صحنه شما تا حالا گفتید من برم میسازی؟ میسازی؟ بله بله. نجاری؟ بله. نه آقا میسازی با نجاری متفاوته. من قبولم. خانم امیرسایی چی تحلیل میکنین اون پشت؟ قابل قبول نیست. متشکرم. مداد فروش نیست، میسازم نیست. بله. اوکی. بله. یا اصلا یا هر دو. میسازو گفتی هست که. هنوز نرسیده بودیم بهش که. چرا بابا؟ گل مریم مینا. مینا گله؟ بله گل. من گل دوم ندارم. مگنولیا. مریوان. مریوان چه عجیب. پنج. چطور؟ شهر دوم مازندران. مازندران استانه، شهر نیست. استانه. ساری میشه. مشهد 20 شما صفر بذار. من آره من مجموعش 5. فامیلی مردانه. مهری، حسین مهری مثلا. آره. دومی مولایی. مهدوی. مهدوی. حیوان مار. مرغ موش. مرغ که حیوانه، پرنده است. مرغ همه خزن مارمولک. پس مارم خزنده است. مارمولک حیوانه. آره عزیزم. یعنی چی؟ فیلم ایرانی مریم و میتیل. مریم و میتیل. مرجان. مارال. مارال. بشمر 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 105 125 درست گفتم؟ بله. 125 145 155 175
185 195 205 205 225 آفرین افتخارش چی؟ کجا؟ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 چی شد؟ چرا اینطوری شد؟ 190 215 مرسی از همکاریتون. نمیبخشمتون. 215 آی جوان منم خانم امیرسایی 215 بله منم این ور 155 امتیاز به جای 155 ده امتیاز مینا رو محاسبه نکردم ببخشید. مرسی بریم. بفرمایید. بله پاک نمیخوام. عالیه. اصلا راحت هستم. شما خیلی قشنگین. دمتون گرم. میشه یه خواهش بکنم؟ آیا یه گزینه قابل تغییر هست که برای نفع هر دو گروه باشه؟ مثل؟ به نظرم میاد در این موارد همه خیلی خوبه. فیلم خارجی خیلی تخصصیه. هر کسی فیلم خارجی نمیبیند. راجع به همه گروه ها میگم. بچه فیلم خارجی یعنی از اول به ما میافتاد فکر کنم هم حسام هم من خیلی میبینیم. علاوه بر فیلم‌های ایرانی ولی به نظر میاد خیلی چیزه دیگه خیلی تخصصی میشه نمیشه وسایل آشپزخانه خیلی فیلم خارجی وجود داره لاغر از تعداد فیلم‌های ایرانی خیلی به مراتب بیشتره فکر کنم حالا شما برام به این دقت کنین هم میتونین اگر با حرفی که در میاد با اون حرف مثلا اگر میم در شما مینوشتید اگر اسم فیلمت میتونستید با اسم انگلیسیش با ام شروع کنید یا ترجمهش با م بنویسید هر جفتش قبوله هر جفتش قبوله خب نه من توی اسم فیلم‌های خارجی خوب نیستم مثلا ولی حالا خیلی فیلم داریم خیلی داریم خیلی آه. تنوع داره مثل دزد عروسک و اینه یارو نمیفهمه معذرت بریم آماده این خانه روی آب و اینا برو بفرمایید در جایگاهتون قرار بگیرید به افتخارشون آماده آماده یک دو سه برو عایشه حسینی در جایگاه خود قرار بگیر بله پگاه پروانه ده ده ماشالله پریناز پرستو ده ده خب باخت باش اه پرویزی بیا اینجا کنار من
نمیتونم بخونم. پرکار. پرکار. ده. پرویزی. پرویزی بله. پرویزی. پیروزی. ده. بله. پدرام. پدرام. پنج. بله. نداریم. پرهام. صفر. پرهام. من صفر. نه نه. من میشم 20 درسته؟ بله 20. فیلم خارجی. پرواز بر فراز آشیانه فاخته. یا خود خدا. ندارم. مهدی پدرخوانده. 20. یادم نبود. 20. شما نداری اولی های جواب؟ نه. اصلا من دومی رو هم ندارم. دومی پسر نوشتن. بله. بوی. بوی. 12 سالم چیز بله. کرد. برم بنویس 20. بله. بله. خب چی بابا بود؟ معذرت می‌خوام. پروین پیروانی 10. دومی رو ندارم. پیوس 20. آره. پلو قنبید قومیه دیگه قضا. قومیه. نه آش قنبیده. نه پلو هم هست. پلو قنبید آشه. کلم پلو دیگه پلو قنبید. من چون اصلا نشیدم اینو. هم آشش هست هم پلوش هست. میتونیم بپرسیم. غذای قومیه. خب 10 پاستا. ندارم من دومی. پلو مرغ ندارم. 20 گوگل کن. اشیاء مختص آشپزخانه. من ندارم آقای جوان. منم ندارم. بابا پلو پز. پیشبند. پیشبند. پیشدستی. پیشبند. 20 جدا. پادری. ستاش 20. پادر. پراگ. پراگ. 5. پاناما. ندارم. پاناما کشور. پاناما کشوره. پاناما کشوره. پاناما کشوره. کشور. چک کنید. پاناما کشوره. بله پاناما بله، کشوره. بله. امریکای حد فاصله. پس شما هم صفر. بله من. شغل. ندارم. ببخشید آقای جوان. پاناما شهر هم هست. پس بنویسید 20. بله. بله. پاناما شهر نیست. بازم سرچ کنید. شهر دیگه. درست میگه. شغل. ندارم آقای جواب. کوبا. میذاری انجام بدم بله. کارمو؟ بله. جفتشو نداری؟ بله جفتشو ندارم من آقای جواب. پینه دوز و پنبزن. 20-20. آفری مهدی. آفری. آفری. من چهارتا 20 دارم. اوکیه. گل؟ جفتشو ندارم من. اینجا هم نداری. 10-20-40-50-60-70-80-90-110-100-30. من 170 امتیاز. 170. چند تا متی؟ 130-170. باری کلا خوب بود. خیلی خوب بود. باری کلا. باری کلا. 155-170. گروه مدلاسیون یه 130 امتیاز الان گرفت. یه 215 گرفت. جمعاً 345. گروه پیر جوونای رنج کشیده یه 170 الان گرفت، یه 155 قبلن، در مجموع 325. بنابراین امتیاز 25 متعلق به گروه شما. یعنی خب الان تو کل چجوری میشه؟ ما باز عقب 22 امتیاز از ما جلو بودن، ما با 3 امتیاز جلو افتادیم. شما برنده مسابقه امشب شدید. پنج امتیاز میگرفت. بریم بیایم. مهدی میخواد برامون بخونه. این رو میخونم خیلی با ما سماس برای این برد. بریم. بریم. خوش کنیم. خب شما توی بازی بعدیتون هم شما هم شما با گروه قد و بالا که میشه محمد نادری و کامران قراره با هم بازی بکنید. بله. امتیازاتون خیلی به هم نزدیکه. در نتیجه نتیجه‌ای که با اونا میگیرین خیلی براتون مهمه. توی خروجی آخر. بله بله بله. چون جمع امتیازاتتون در سه تا در دو تا بازی و توی سه تا تیم دو تا تیم بالا میرن مرحله بعد. یعنی الان این که شما بردین
دلیل نمیشه. شادی داره ولی تو این که به مرحله بعد میرین تضمینی نمیشه. آره بریم نیایم. جمع امتیاز داده. بریم دیگه نیایم. خیلی خوب. بریم بیایم و مهدی برام بخونه. یک دو سه. بریم بیایم. دمت گرم، خیلی کیف داد. ممنونم. خیلی موسیقی سرحال و بالا و لذت بخش و صدای همیشه قشنگ و دمت گرم. گروه پیر جوان ما الان فهمیدم چرا اینو رنج کشیدن. بعدم باختیم. ببین نه ما نامردی بردیم. ببین این ببازه میگه ما نامردی باختیم، الان که برده میگه نامردی بلن. آره این تنظیمات کارخانه مهدی همینه. تنظیمات هم رو نامردی، یعنی همش کش ناراضیه، چه ببره چه ببازه. نه ولی این آیتم آخر طراحی درستی بود رام. آیتم آخر طراحی درستی بود، نه که ما این اتفاق برام افتاد. شاید ما با یه گروهی بازی کنیم معکوس این اتفاق بیفته. کمک میکنه هر گروهی امتیاز دست داده بتونه برگرده. بله دیگه این از ایجاد جذابیت هایی که توی مسابقه باید انجام بشه. بله. که تماشاچی بازی رو تا ته ببینه، نگه خب اینا که دیگه جلو افتادن دیگه ولش کن دیگه، حالا کانال عوض بکنه بره سراغ یه چیز دیگه. میتونه تا دم آخرش بگه نه احتمال برگشت وجود داره. بله. به هر حال متشکرم ازتون، دمتون گرم، دمتون گرم. افتخار بچه های تشویق. بله آقا ارادت، آقا ارادت، ببخشید که ما اینقدر نامردیم. بریم برای خداحافظی. به احترام مردم عزیز ایران بلند شیم. بفرمایید. و بلند مثل هر شب بگیم که مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی به خدا. شما خیلی عزیزین. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. آرزو میکنیم، دعا میکنیم در کنار خانواده باشید، راضی باشید، پر روزی باشید، خوش روزی باشید و اینکه سلامت باشید و ایشالله همه مریضا از بستر بیماری بلند شن. یک دو سه. اون چیه که میره جلو بازمونه، اون چیه که همه رو میخندونه، خندت کوش خندوانه، هر جا هستیم شبکه نسیم کوش خندوانه. کل آدم زحمت کشیدن و خندوانه ساختن دیدن و که نکنه دلت بگیره، خستگیتم در که میره وقتی شروع میره.